أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، عباد الله، نبيكش ميكروفون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آيات 45 و 46 سورة بقرة. داستان بني إسرائيل بود. حالا می رسیم به آیه‌ای که دیگه اختصاص به بنی اسرائیل ندارد، خطاب به همه مکلفین، هر کسی که در سن تکلیف باشد. می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، یاری بجویید، کمک بجویید، به صبر و صلات. ببینید در زندگی لامحال مشکلاتی وجود داره، سختی هایی وجود داره. خب در این سختی ها انسان یا میتواند تا سختی رو دید کار را رها کند، یا این است که میبایست ادامه بدهد. از دو حال خارج نیست. اگر کار رو رها کنید تا شما یه سختی میبینید، خب این که دیگه در واقع سنگ رو سنگ بند نمیشد. مثل اینه شما تو خیابون که دارید میرید تا سربالایی میبینید دیگه از سربالایی بالا نرید. خب بخوای از سر بالایی بالا نرید دیگه نمیتونید به مقصد برسید. که زندگی مشکلاتی داره، سختی هایی داره، سر بالایی هایی داره، گردنه هایی داره. در این سختی ها و در این مشکلات انسان احتیاج به کمک دارد، باید یاری بجوید از دیگران. خب آیه شریفه میگه، میگه واستعینوا، یاری بجویید، کمک بخواهید، به صبر، با صبر، پایداری. یعنی تو کارها باید چه باشید؟ صبور و بردبار باشید. کسی که در مقابل مشکلات صبر کند، لا محال موفقیت نصیب او خواهد شد. توجه کردید؟ هر که صبرش بیشتر باشد او موفقیت را زودتر به دست خواهد آورد یا بهتر به دست خواهد آورد. بنابراین صبر، میگه اولا صبر رو فراموش نکنید، بردباری رو، مقاومت رو، پایداری رو. توجه میکنید؟ اگر کسی صبور و بردبار و مقاوم باشد، مشکلات رو میتواند که حل کنه. پس نکته اول انسانها رو ارجاع میدهد به یک قدرت درونی خودشون. استعینوا بالصبر، یعنی تو میتوانی تحمل کنی، تو می توانی این گردنه رو، این سربالایی رو، این سختی رو، این مشکل رو می توانی حل کنی.
منتها برای حل کردن این مشکل احتیاج به یک بردباری و صبوری داری. صبر کن، بعد از صبر نوبت چه آید؟ نوبت ظفر آید، یعنی پیروزی. توجه فرمودی؟ پس اول چیز به خود انسان ها میگه، میگه شما قدرت دارید، شما میتونید صبر کنید و این مشکل رو حل کنید و به نتیجه برسید. پس اول با صبر. خب در روایات صبر رو معنا کرده به صیام، یعنی روزه. اشکال نداره، قطعا یکی از مصادیق صبر چیه؟ روزه است دیگه، شکی درش نیست. شما که الان روزه دار هستید، خب به طب میبایست از مفترات اجتناب کنید، چیزایی رو که روزه رو باطل میکنه انجام ندهید. خیلی خوب، این صبر میخواد دیگه. قطعا یکی از مصادیق صبر روزه هست. و حالا اگر کسی از روزه هم کمک بگیرد در حل مشکلات، اونم اشکالی نداره. توجه میکنید؟ ولذا داریم در مواردی اگه میخوای دعات مستجاب باشه روزه بگیر. شما عمل ام داوود رو نیمه ماه رجب که میخوان انجام بدید، ایام البیز ماه رجب 13، 14، 15 ماه رجب رو روزه میگیرید دیگه. تو عمل ام داوود دعاییست، قرآنی رو بخوانید بعدم دعایی بکنید تا دعاتون مستجاب بشه. پس بنابراین بله، هیچ مشکلی نداره. یکی از مصادیق صبر روزدار بودن است. و اگر کسی به خاطر رسیدن به حاجتی هم روزه بگیرد، اینم کمکش میکند برای حل مشکلاتش و برای رسیدن به حاجتش. بنابراین صبر فراموش نشه. صبر رو بخوام معنی کنیم، یعنی کف نفس عن الهوا، یعنی شما خودت رو باز داری از هوای نفست با مراعات تکلیف خدایی. یعنی در اون مورد تکلیف خدا رو مراعات کنی و خودت رو نگه داری. توجه فرمودید؟ این میشه صبر. روزدار گرسنه است، تشنه است، خودش رو نگه داره. جوان پای گناه و معصیت پیش میاد، خودش رو نگه دارد، صبر کند. در مورد تکلیف واجب شرعیش صبر کند و تکلیف و واجب شرعیش رو انجام بدهد. در مقابل مصیبت، خب عزیزی از دست داده است، میخواد زجه بزند، بفرمایید حرکاتی رو انجام بدهد که درست نیست، نه صبر کنه، خودشو کنترل کند، این حرکات رو انجام ندهد. پس بنابراین استعینوا بالصبر و الصلاة. عطف میکند به صبر نماز را، یعنی دیگه اون جایی که بریدی، ببین اول به طاقت درونی خودت، اون طاقت درونی هم که تمام شد، و صلات بدون نماز بخون، با خدا ارتباط برقرار بکن. ما یه قانونی داریم، مثال میخوام بزنم، به قانون به نام قانون ظرف ها. اگه یه ظرف خالی است، یه ظرف پر، شما بین ظرف چی؟ پر و خالی ارتباط برقرار کنید، هم سطح هم که باشن، اون ظرف خالی شروع میکند به چی؟ به این که پر بشه. اگه ظرف پرتون سطحش بیشتر باشد،
که تمام آنچه که در ظرف پره میاد تو ظرف خالی شما. یعنی اون جایی که دیگه تحمل تمام شد، برو در خانه خدا با نماز، دو رکعت نماز بخون، از خدا بخواه به تو قدرت تحمل بدهد، قدرت حل مشکل رو بدهد، از خدا بخواه مشکلت را خدا حل بکند. خب شما وقتی دیگه قدرت تمام شد، بدون قدرت تو تمام شده، قدرت خدا تمام نشده. میتونی نماز بخوانی، با خدا ارتباط برقرار کنی و از قدرت لایزال الهی در حل مشکل خودت مدد و یاری پیدا بگیری. توجه میکنی؟ لذا میفرماید بعد صبر نماز و صلات. هر مشکلی داری، دو رکعت نماز، در خانه خدا، خدایا خودت حلش کن مشکلم را. توجه میکنی؟ و نماز تجربه هم شده است. تجربه نماز را برای شما بگم. از کی براتون بگم؟ روایت صحیحه بخونم از وصی رسول الله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. کافی شریف نقل میکند با سند صحیح تا امام صادق علیه السلام. آقا امام صادق میفرمایند کان علی اذا حاله شیء فزع الی الصلات. امیرالمومنین اگه یه کار براش بزرگ میآمد، علی یا علی با اون جایگاه و مقام و رتبه و قدرت، اگر در مقابل یه کار میدید امیر علیه السلام سخته و کار برای امیر المومنین بزرگ می آمد، فزع الی الصلات. امیر المومنین می رفتن دو رکعت نماز می خوندن. با خوندن دو رکعت نماز مشکلشون را حل می کردن. ثم تلا هذه الآیه، بعدم امیر المومنین این آیه را تلاوت می کردن. استعینوا بالصبر والصلاة. علی که برد در خانه خدا دو رکعت نماز بخواند، تکلیف من و شما دیگه معلوم است دیگه. هر مشکلی داری حل نشد، خدا و قدرت لایزال الهی توانایی حل دارد. برو در خانه خدا با دو رکعت نماز و از خدا درخواست کن مشکل رو خدا حل بکند. توجه فرمودید؟ خب بعد میفرماید حالا از این که دیگرانم نماز میخوندند و اینا مفصل است، بخوام برای شما بگم. مثلا فرض بفرمایید که بله شیخ الرئیس رو داریم، میگد کتابی از فارابی به دستم رسید، هرچه میخوندم نفهمیدم، سه بار، چهار بار، چند بار کتاب فارابی رو خوندم نفهمیدم چه میخواد بگه، دیگه حفظ شده بودم اما حفظ بودم اما نمیفهمیدم، تا اینکه رفتم دو رکعت نماز در یه مسجد خوندم، از خدا خواستم حل بشد. آمدم بیرون، داشتم میرفتم یه کتاب فروش بساط پهن کرده بود شرح کتاب فارابی، او رو خریدم خوندم مطلب رو فهمیدم. یعنی این که یه عده‌ای از متفکرینم حتی در حل مشکلات فهمشون و درکشون یه مطلبی رو هم که متوجه نمی‌شدن نماز می‌خواندن و درخواست حل مشکل می کردن.
جناب صدرا محمد ابن ابراهیم شیرازی صدر المتعلهین کهک قوم که تبعید بوده میگه هر وقت مشکلی در فهم مطلبی برای من پیش می آمد از کهک می آمدم قم زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دو رکعت نماز اونجا می خوندم کنار قبر فاطمه معصومه و مشکل برام حل می شد. واستعینوا بالصبر والصلاة. این خیلی بله درس بزرگی است. هر مشکلی داری بردباری صبر و نماز. صبر رو روزه هم گفتم معنا کنید، روایت داره و اشکالی هم ندارد. از خود پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هم نقل شده است که فرموده با بله شیخ طوسی نقل میکند کان النبی اذا احزنه امرون، پیغمبر وقتی یک کاری برای پیغمبر غمناک میشد و موجب حزن و اندوه پیغمبر میشد چه میکرد پیغمبر خاتم؟ میفرماید استعان بالصلات و الصوم. پیامبر کمک می گرفت از نماز و از روزه. بنابراین از نماز و روزه اینجا جز اون روایاتی است که چه معنا کرده؟ که معنا کرده است بفرمایید بله صبر رو معنای به روزه کرده. خب و انها لَكَبِيرَتُنْ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ. انها ضمیرش برمیگرده به نماز، میگه نماز بسیار سخت، نماز خوندن و زورش میاد نماز بخونم انگار که کوه میخواد بکند. میفرماید و انها ضمیر به صلات برمیگرده، اون نماز لکبیرتون لامش لام تأکیده، انها برا انم حرف تأکیده، دو تا تأکید، براستی نماز بزرگ و سخت و دشوار می نماید الا علی الخاشعین، مگر اون بر اون کسانی که اهل خشوع هستند. خشوع تواضع، فروتنی، خضوع. فرق خضوع و خشوع هم اینه، خضوع اون است که تو جوارح و اندام شما آشکار بشه، خشوع امر قلبی است. خضوع قلبی این میشه خشوع. خیلی خوب، مگر بر کسانی که اونا خاشع در مقابل پروردگارن، اونایی که خضوع و خشوع در مقابل پروردگار دارن نماز خوندن براشون کاری نداره، بلند میشن نمازشونو میخونن، چه مشکلی دارد نماز؟ خاشعین حالا کیا هستن؟ آیه 46 معنا میکنه، میگه خاشعین کیا هستن؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. خاشعین کسانی هستند که میپندارند که پروردگارشون رو ملاقات میکنند. ملاقو ربهم، خب یعنی چی ملاقات پروردگار؟ ملاقات پروردگار لقا بفرمایید، ملاقات، تلاقی یعنی رسیدن به هم. ما و شما و خدا کی به هم میرسیم؟ اونجایی که دیگه به قول مردم گفتن سر پل چیه هم، اونجا کیه؟ روز قیامت.
روز قیامت خیلی خوب، نه اینکه ملاقات یعنی خدا رو ببینی یا نه، یعنی اونجا دیگه همه خدا رو درک میکنند که خدا اینجا حکومت میکند و باید وایسند و جواب اعمال و کردارشون رو بدهند. پس الذین یظنون، خاشعین، کسانی هستند که گمانشون این است که ملاقات میکنند خدا را، ملاقات نه دیدار، یعنی به خدا میرسند و باید حساب و کتابشون رو پس بدن در روز قیامت. خب سوال، خاشعین ظن به روز قیامت دارن؟ ظن یعنی احتمال، اما احتمالی که از 50% بیشتر باشه. نه، اونایی که خاشعن که ظن به روز قیامت ندارن. به روز قیامت چی دارن؟ یقین دارن. اصلا اگه شما ظن به روز قیامت داشته باشی، اصلا ایمانت کامل نیست، اسلامت درست نیست. باید مسلمان روز قیامت رو چه داشته باشد؟ یقین. یعنی اگه شما گفتی من احتمال میدم روز قیامت هست، شما جز دایره مسلمین نیستی. اگه یقین داری روز قیامت هست و خدا و پیغمبر خدا رو هم قبول داری، شما میشی مسلمان. پس احتمال برای روز قیامت فایده نداره. پس مراد از ظن اینجا یقینه. یعنی خاشعین کسانی هستند که یقین دارند که روز قیامت هست و باید حاضر بشن در مقابل پروردگار و حساب اعمال خودشون را پس بدهن. درست شد؟ خب این یه معنا، ظن را به یقین معنا کردیم آقای دکتر. یه معنای دیگه اینه که خضوع و خشوع برای خداوند احتیاج به یقین به روز قیامت هم نداره. شما اگه ظنم داشته باشی به روز قیامت، باید خضوع و خشوع بکن. حواست هست؟ او شعر فارسی خود شما میگه، میگه گر بله مسلمانی این است که چه، وای اگر از پس امروز بود فردایی. یعنی اگه فردای قیامتی باشد، داره اگر میگه، خب وای به حال ماست اگه اینجور رفتار و کردارمون است. توجه میکنیم؟ یعنی شما اگر علمم نداشته باشی و ظن داشته باشی، ظن به معنا احتمال راجح، احتمال بیش از 50%، اگر شما احتمال بیش از 50% بدی، باید مراعات کنی. چرا؟ اگه به شما میخوای بری شمال، میگن آقا جاده شمال، جاده حراز برف آمده است، احتمال دارد برف، برف سنگین باشد، چیکار میکنی؟ یا نمیری، یا بخوای بری باید با چی بری؟ زنجیر چرخم باید تو ماشینت داشته باشی که اگر خوردی به اون برف سنگین، بتوانی با زنجیر چرخ راهت رو چه کنی؟ ادامه بدی. یعنی اگه شما احتمال دادید یه راهی، راهیست که مخاطره در پیش داره، و شما انجام نمیدید دیگه. درسته؟ اگر فرض بفرمایید غذایی رو جلو شما گذاشتن، خیلی هم گرسنه هستی، افطاره، اما گفتن مواظب باش این غذا مسموم، احتمالاً مسموم، میخوری دیگه؟ نمیخوری. اگه ما همون نون و پنیر رو میخوریم مسموم نباشد،
مریض نشیم، کارمون به بیمارستان نکشه، او غذایی که احتمال میدهی خراب باشه مصرف. یعنی چی میخوام برات بگم؟ میخوام بگم احتمال روز قیامتم حتی، یعنی اگر قیامتی باشد ما باید از اینجا درستش کنیم دیگه. پس بنابراین احتمال قیامتم به شما حالت خشوع میدهد. دقت کردید؟ اینم یکی. معنای دیگه یعنی کسانی که زن دارند به این که احتمال میدن مرگشون نزدیک باشه. خب اگه کسی احتمال بده مرگش نزدیکه، خب بسیاری از گناهان و معاصی رو دیگه انجام نمیداد دیگه، ولا به صرف احتمال. اگه شما احتمال بدید این مارمزون مارمزون آخره، اگه این احتمال رو دادم اون وقت شبای قبل، شبهای قدر یه جور دیگه میگم الهی العب. اگه احتمال دادم شب عید فطر یه جور دیگه میام در خانه خدا، وقت چون دیگه میگم ها. ولذا تو روایات ما هم دارد سل سلات مود. هر وقت میخوای نماز بخونی ها فکر کن این نماز نماز آخرت. ببین اگه نماز آخر رو میخوای بخونی همین جور میخونی، حواست همه جا باشه غیر خدا و غیر نماز، یا اگه گفتن این نماز آخرته دقت میکنی دیگه، با توجه میخونی. لذا اینم معنای سوم، یعنی اونایی که احتمال میدهن مرگشون نزدیکه. حالا که احتمال میدن مرگشون نزدیکه کاراشون رو مرتب میکنن دیگه. آدمی که احتمال میده مرگش نزدیک باشه و او که دیگه بله بیگدار به آب نمیزنه، خیلی دقت میکنن. پس خاشعین کسانی هستند که یقین دارن به روز قیامت، که در روز قیامت در مقابل خدا باید بایستن و پاسخگوی اعمالشون باشن. و انهم الیه راجعون، و خاشعین می دانن به تحقیق بازگشت اونا به سوی پروردگار است. یعنی چی بازگشتشون؟ یعنی مثل همین حالا که تو دنیا روح دارد و جسم دارد، روز قیامت روحش دوباره به کالبد و جسدش برمی گردد و میرد پای دادگاه عدل الهی، حاضر میشد برای محاکمه، برای اینکه پاسخگوی اعمالش باشد. و بله بفرمایید و انهم الیه راجعون، و اینا میدانند که بازگشتشون به سوی پروردگار است. اگه بدونیم که برمیگردیم به سوی خدا، یقین داشته باشیم، وقت حسابمون، کتابمون، اعمالمون، رفتارمون، وقت دیگه روزه نمیخوریم، وقت دیگه دو رکعت نماز خوندن دل این سحرها برامون سخت نیست، بگیم باشه بلند شم دو رکعت نماز بخونم، شاید خدا به یک نماز، به یه الهی العف، به یه استغفر الله من رو ببخشه. خب عرض من تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله. رفتن در خانه علی اصغر ابا عبدالله الحسن. این علی اصغرم با دستای کوچیکش گره های بزرگی رو باز می کنن. قبل از این که بریم در خانه علی اصغر، روایت داریم هم شیعه هم سنی نقل می کنن
همین آیه‌ای که برات خوندم یعنی آیه 46 در شأن امیرالمؤمنین نازل شده است. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون در شأن مولى الموالي امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام نازل شده است. و اما علي اصغر طفل شیرخوار در بین هیچ قومی گناهی ندارد. علی اصغر امام حسین نامش چیست؟ آیا عبدالله یا غیر عبدالله؟ امام در هر صورت شیرخوار بوده، طفل رضیعه، یه فرزند شیرخوار از حسین علیه السلام. آیا روز عاشورا به دنیا آمده؟ آیا 6 ماهش بوده؟ اینا رو نمیدانیم دقیق، لکن علی اصغر شیرخوار بوده، مسلمه که شیرخوار بوده است. تو داستان علی اصغر یه قضایای اتفاق میافتد که این قضایا هیچ جای کربلا نیست، هیچ جای کربلا نیست، یعنی هیچ جای کربلا نداریم که حسین علیه السلام از دشمنان درخواستی رو بکند. اما بر اساس نقل برخی از مقاتل تو داستان علی اصغر آقا لباس عوض کردن، اسب و تبدیل به شتر کردن، بچه را آوردن وسط میدان، درخواست آب کردن. به خاطر چه؟ به خاطر اتمام حجت، به خاطری که روشن بشد این قوم چقدر قسی القلبند، چقدر نانجیبند. دیگه چی؟ دیگه تو داستان علی اصغر خدا به حسین علیه السلام تعزیت و تسلیت میگوید. هیچ جای کربلا نداریم که ذات ربوبی به امام حسین تسلی بدهد، تسلیت بگوید. اما در ماجرای علی اصغر ندای آسمانی شنید حسین. وقتی که علی تیر خورد، گردن علی رها شد، ندای آسمانی به حسین رسید که دعه فإن له مرزعة فی الجنه. حسینم ناراحت نباش، بچه را رها کن، به ما بسپار، این بچه در بهشت یک مرضعه، زن شیردهی هست که به او در بهشت چه میداد؟ شیر خواهد داد. در بعض از نقلها هست او خانمی که قرار در بهشت به علی اصغر شیر بدهه کیه؟ مادر حسین است، فاطمه زهرا. یعنی فرزند از بغل حسین منتقل میشد به بغل مادر حسین، و چون فرزند تشنه و گرسنه بود میرد مادر فرزند شروع می کند که فاطمه زهرا باشد به او شیر دادن. خب پس تنها جایی که تو کربلا به حسین از طرف خدا تسلیت می رسد تو داستان علی اصغره. یه اتفاق دیگه هم می افته، همه خونهای شهدای کربلا
ریخ رو زمین کربلا، حتی خون حسین علیه السلام، حتی خون ابا عبدالله رو زمین گرم کربلا ریخ. اما فقط یه خون بود که حسین زیر گلوی علی اصغر نست گرفت، خونها رو جمع کرد، خونها رو آقا به طرف آسمان پرتاب کردند. در نقل مقاتل هست خدا دستور داد به فرشته ها تمام این خونها رو جمع کنید در داخل یه شیشه ای، یک قطره از این خون بر زمین بر نگردد. و فرشتگان تمام خونهایی که حسین به طرف آسمان پرتاب کرده بود جمع کردند. اینم هیچ جای کربلا نداریم. اما یه چیز دیگه هم هست، اینم شاید نداشته باشیم، و اون چیز و اون شب 11 محرم است، عصر عاشورا. قصه داستان کربلا، جنگ که تمام شد، عقیله آمدن مقابل ابن سعد، گفتن ابن سعد چی کار میخوای بکنی زن و بچه اسیر را؟ آیا این زن و بچه را میخوای بکشی یا میخوای اینا را نگه داری؟ اگه میخوای نگه داری اینا تشنند همه، دستور بده آب برای ما بیارن، و الا اینا تلف میشن. وقتی عقیل این نهیب رو به ابن سعد ملعون زدن، دستور داد آب ببرید برای چی؟ برای چادرها. ظرفای آب رو آوردن، مشکای آب رو آوردن. این زن و بچه داغدار یتیم و اسیر شروع کردن آب خوردن. خب یکی از این خانمهای محترمات که آب خورد، ربابه، مادر علی اصغره. خانم چند روز بود آب نخورده بود، سینش خشکیده بود، شیری نداشت به بچه بده، حالا آب خورد. آب خورد، بعد چند ساعت دل شب یه مرتبه دیدن صدای گریه رباب بلند شده است، داره عشق میریزد و گریه میکنه. عقیله آمدن کنار رباب، همسر برادرم، مادر شهدا، چرا شما گریه میکنی؟ تازه من این بچه ها رو به درد سری خوابوندم، شما اینجور گریه میکنی؟ اون وقت بچه ها بیدار میشن، بچه ها ناآرامی میکنن. عقیله او رو سفارش به سکوت و آرامش کردن. میدونی رباب چه جواب داد؟ رباب گفت خانمم، زینبم، طفلم کجاست؟ بچه‌ام رو به من بدهید، سینم شیر پیدا کرده، میخوام بچه خودم رو شیر